منجی که وعده داده شده بود در کتاب‌های بنی اسرائیل نامش مسیح مشیح بن دیوید، مسیح ابن داوود، در این شکی نیست. یعنی همه یهودیان منتظر ظهور حضرت مسیح بودن، منتها بر سر این که این فرد همان مسیح هست گفتن ما قبول نداریم. فهمی چی شد؟ مسیحا گفتن چرا؟ این همون مسیح وعده داده شده است. الان شما به یهودیان بگی منجید که میگه مسیح، به مسیحیان بگی میگه مسیح. منتها دعواشون سر چیه؟ دعواشون سر اینه، مسیحا میگن بابا این همون منجی بود، اومد قدر ندونستید خدا بردش. یهودیا میگن نه، هنوز به دنیا بگید. در مورد مهدی کسی تو مسلمان رو شک نداره. شیعه ها میگن بابا این همون مهدی، همون فرزند حسن ابن علی است علیه ما سلام که آمد قبولش نکردید خدا بردش. یه اینایی که در مورد مسیح به شک افتادن، لحظه مرگ حقیقت مسیح برشون چی میشه؟ آشکار میشه. تو چه دلیلی داره که امام غایب بشه، پیامبری غایب بشه؟ ما داریم دیگه، هم پیامبر غایب داریم هم امام غایب. قرآن هم تایید کرده، قرآن تایید کرده غیبت حضرت مسیح رو، و روایت های فراوان و آیاتی که تفسیر شدن بر غیبت آقا صاحب الزمان. اوضاع جهانی باید آماده بشه، مردم تو دنیا باید به این برسن که یکی بیاد ما رو چی؟ نجات بده. نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو میگه، میگه عموم مردم دنیا، اونایی که معتقد به ظهورن، میدونه یه منجی هست، به نتیجه رسیدن که در دوران عمر ما ظهور واقع خواهد. این امر برای شما واقع نخواهد شد مگر پس از ناامیدی. پس از ناامیدی نه به خدا نمی آید تا شما مؤمن و منافقتان از هم جدا نشود. تخلیص و امتحان از فواید غیبت هم. میگه عمدن این غیبت اونقدر طولانی میشه که اونایی که چی؟ ایمان خالص دارن بیان، قرار خالص و ناخالص از هم چی بشن؟ جدا بشن. باری کم دارن. آیات فراوانی در قرآن داریم وعده این رو داره که روزی این زمین روی عدل، عدالت و سلم و سلامت و راحتی و آسودگی و صلح و صفا رو خواهد دید. وقتی این غیبت تمام بشه و زور شکل بگیره، اون موقع خیلی دهانشان باز خواهد.